مکانی که با جاذبه های سنتی در بنای قدیمی برپا شده. یک چیزی رو بتونیم در واقع در نظر بگیریم که هم به موضوع پذیرایی ربط داشته باشه، هم که حفاظتی بشه از یک میراث. چرخ سفالگری در این مکان توسط مشتریان میچرخد. تقریبا از تمام 100% آدمایی که میشینن این جمله رو میگن که ما آرزومون بود که از بچگی یه بار بشینیم پای چرخ سفال. و سفالینه ها حاصل ذهن خلاق و روحیه هنرمندانه مخاطبان است. همین که این حس رو به آدم میده، داری توی ظرفی میخوری که دست سازه و افرادی که همینجا هستن این رو ساختن، یه حس بهتری به آدم میده دیگه. اینجا چای با فنجان‌های دستساز آماده می‌شود. یک بخشی رو گذاشتیم که آدم‌ها به صورت رایگان میتونن بیان در واقع سفالگری رو تجربه کنن و اگر دوست داشته باشن پیش ما آموزش ببینن و به زودی هم در واقع اون اتفاقی که هر کسی میتونه اینجا ظرف خودش رو داشته باشه، ظرفی که خودش درست کرده، اینجا همه کاراش رو از صفر تا صد خودش انجام داده، میتونه توی اون حالا چای، قهوه یا غذاش رو داشته باشه و میل بکنه. این ایده خلاقانه علاوه بر جذب مشتری، احیای میراثی با ارزش افزوده بالا را هدف گرفته است. ظرف‌های پلاستیکی و ظرف‌هایی که بازیافت نمیشن توی طبیعت خیلی داره زیاد استفاده میشه، ولی سفال خب به هر حال کاملا بازیافت پذیره و کامل به در واقع طبیعت برمیگرده. علاقه، نوآوری و پشتکار از رمز و راز کسب و کارهای پر رونق برای جوانان است. چنین ایده هایی میتواند علاوه بر کسب درآمد، زمینه ساز بروز خلاقیت در محیطی خاطره انگیز برای علاقه مندان ایجاد کند.